گنج بسیار با ارزش و مهم در مورد جوغن‌هایی که در اول غارها پدیدار میشن مفهوم و منظور از یک گوردخمه رو به ما میرسونه و چطوری این نوع جوغن‌ها رو تشخیص بدیم که آیا اینها برمیگرده به گوردخمه‌ها یا قبرهای نامی یا قبرهای تک در گنجیابی. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید دوستان عزیز، ببینید نوع جوغن‌های رو داریم که در بدنه غارها یا در بط ورود غارها حکاکی میشن. اینها مجموعه ای هستن از گوردخمه هایی که همراه با پلمپ سنگی در انتهای غار پدیدار میشن که همراه با تله‌های ریزشی و سنگ‌های بزرگ. دوستان، این نوع جوغن‌ها حد فاصله‌ای دارند برای گوردخمه‌ها. گوردخمه‌ها در علم باستان و باستانشناسی که در اساتید باستانی که در مورد آیین و تدفین گوردخمه‌ها بحث شده اینه که در محل گوردخمه یا قبرها همیشه جوغن‌ها رو به خصوص و حالت رمزگشایی قرار می‌دادن. این نوع جوغن‌هایی که در غارها پدیدار میشه یا برای خود گوردخمه‌ها انجام میشه حد و اندازه خاصی رو داره. دوستان حتما این نکته رو در نظر بگیرید. جوغن‌هایی که دقیقاً بین 3 الی 4 سانت گودی داره، اینها مربوط میشن به گوردخمه ها که در بدنه غارها مشخص میشن و هم حد و فاصله قسمت گوردخمه رو به شما نشون میده و هم عمق داخلی خود غار یا طول و عرض رو به شما میده. دوستان ببینید، 3 الی 4 سانت شما اگر در نظر بگیرید دقیقا میشه 3-4 متر، دقیقا به خود پلمپ که الان شما مشاهده می کنید به خود گوردخمه رسیدید. این حد و اندازه جوغن هایی هست که در اول غارها یا حالتشون تقریبا یا خانوادگی یا تکی هستند که تکی ها کروکی دارن و همراه با اسکنه که مسیر رو به شما نشون میده دوستان عزیز، و اینکه اون جوغن های اصلی که بر روی خود این سفر حکاکی میشن، ببینید 3-4 سانت هست و معمولا اینجا چند تا گوردخمه هست و پلمپ در اول ورودی قرار داره. شما باید پلمپ سنگی رو بردارید اول، بعد قبل از هر کاری شما باید تله رو خونسا بکنید یا اون رو مهار بکنید با الوار یا تیر آهن هایی که هستن. معمولا میان اینجوری تاق یا قسمت اهرم رو پیدا میکنن و باید شما اهرم رو پیدا بکنید و یک تیراهن رو در قسمت بالا قرار بدید و حالت تکیهگاه شما اهرم رو در حالت فشار قرار بدید که خدای نکرده اون تله فعال نشه و قسمت پلمپ سنگی رو باز بکنید. پلمپ های سنگی مجموعه ای از سنگ هایی هستن که یک تیکه که بر روی خود تدفین اولی قرار داره، ولی داخل که وارد میشید چند تای دیگه حالت سوراخ مانندی در قسمت پشت پلم قرار داره. این نوع گوردخمه ها برمیگرده به دوران هم هخامنشیان هم ساسانیان و اشکانیان پدیدار میشه دوستان، که این جوغن نشانه این نیست که بگیم مثلا دقیقا دفینه هست. دفینه‌ای که اونها در اون زمان نشان و چیزی رو مشخص نمی کردن برای دفینه گذاریشون، چون جوغن مباحث ریاضی و مباحث آیین تدفین بوده، همیشه اینها رو انجام می دادن در کنار قبر یا در کنار گوردخمه های خودشون. پس حتما در نظر بگیرید دوستان، جوغن هایی که در اول ورودی
پدیدار میشن 3-4 سانت وجود داره که مربوط میشه به گوردخمه و جوغن‌هایی که در محیط‌های باز یا قبرهای تکی یا جایگاه‌های دیگه قرار داره، اونها عمقشون بیشتر از 3-4 سانت، حالا تا 7 سانت هم میشه.